اکوسیستم کریپتو بعد از فروپاشی یکی از ارزهای دیجیتال اصلی خود یعنی لونا که حالا لونا کلاسیک نام داره با دوران سختی مواجهه. پروژه ترالونا دومین پروژه بزرگ در اکوسیستم دیفای بود. مردم در این پروژه سرمایه گذاری کردن و بعضی از اونها تمام پسندازشون رو به خطر انداختن و هرگز نمی دونستن که این پروژه به شدت سقوط می کنه. در ادامه ترالونا با ایجاد توکن لونای جدید اقدام به نجات اکوسیستم خود کرد و لونای قدیمی به نام لونا کلاسیک تغییر کرد. اخیراً لونا کلاسیک شاهد افزایش قیمت بوده. حرکت مثبت قیمت به تنهایی تقریباً کافی بوده تا ترالونا کلاسیک دوباره ترند بشه. سرمایه گذاران و کاربران ارز دیجیتال به دنبال اینن تا بدونن آیا لونا کلاسیک دوباره به روزهای اوجش برمیگرده یا نه. ۳۶۹ عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه. امروز قصد داریم در مورد بررسی علت جهش قیمتی ترا صحبت کنیم. پس حتما تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. لطفاً ویدیو رو لایک و چنلمون رو سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. شانس کمی برای لونا کلاسیک جهت رسیدن به یک دلار وجود داره. کاهش سریع عرضه این توکن ها مطمئنن قیمت اون رو پایین میاره و هر روز قیمت لونا در حال نوسانه. افزایش چشمگیر در ارزش وجود نداره و قیمت فعلا فقط در حال کاهشه. این امر غیر ممکن به نظر میرسه، اما توکن سوزی لونا کلاسیک سرعتی باور نکردنی داره. مردم به استثنای سرمایه گذاران و معاملگران محافظه‌کار توکن های لونا کلاسیک رو به مقدار هنگفتی خریداری میکنن. دنیای ارزهای دیجیتال بعد از سقوط ترا شاهد هیجان زیادیه. برخی در حال خرید لونا کلاسیک هستند و بعداً میتونن لونا دو رو دریافت کنن و برخی هنوز در مورد ارزش و پتانسیل اون شک دارن. برای اینکه این موارد اتفاق بیفته لونا کلاسیک باید سطوح پایین قیمت رو طی کنه. برخی کارشناسان معتقدن اگر بشه لونا کلاسیک رو از لونا دو متمایز کرد و به مشتریان ارائه داد، قیمت این توکن افزایش پیدا میکنه و رسیدن به یک دلار رو آسونتر میکنه. نگرانی های زیادی در مورد لونا کلاسیک وجود داره. اینکه ارزشی که به مصرف کنندگان و مشاغل ارائه میده چیه و چقدر قابل اعتماده؟ متاسفانه این توکن به عنوان یه بازیکن ضعیف دیده میشه. با این حال تمرکز قوی بر روی جامعه کمک کرده لونا کلاسیک کمی در چند روز گذشته افزایش پیدا کنه. برخی پیش بینی میکنن که این میزان در آینده حتی بیشتر هم بشه. شاید پیش بینی تحلیلگران و کاربران در مورد رسیدن لونا کلاسیک به یک دلار جالب باشه. دلایل مختلفی وجود داره که افراد برجسته پیش بینی می‌کنن این اتفاق خواهد افتاد. راه اندازی ایردراپ لونا 2. ایردراپ لونا 2 در 28 می 2022 آغاز شد. طرفداران کریپتو تمام تلاششون رو برای دریافت ایردراپ انجام دادن و این امر تا حدودی به عنوان یه بازی قمار در نظر گرفته شد. این امر ارزش لونا کلاسیک رو کاهش میده.
کاربران کریپتو که از سرمایه گذاری مستقیم روی لونا کلاسیک میترسن، به نوعی علاقشون رو به ایردراپ نشون دادن. این امر تأثیر مستقیمی بر قیمت لونا کلاسیک میذاره و ارزشش رو از دست میده. کاهش عرضه لونا کلاسیک. سرعت توکن سوزی لونا کلاسیک فوق‌العاده است. هر روز عرضه اون به میزان میلیاردها توکن کاهش پیدا میکنه و دیدن این میزان توکن سوزی دیوانه کننده است. اکثر ما با مفهوم تقاضا و عرضه در اقتصاد آشناییم. با کاهش عرضه تقاضا افزایش پیدا میکنه و این بلافاصله بر قیمت لونا کلاسیک تأثیر میذاره که ممکنه با گذشت زمان کاهش پیدا کنه. کاهش تخمینی ارزش. افراد با تجربه و دارای سابقه در بازار ارزهای دیجیتال ارزش رو به کاهش لونا کلاسیک رو تخمین میزنن. این باعث میشه برخی از افراد سرمایه گذاری کرده و توکنهای لونا کلاسیک رو خریداری کنن. اگر ارزش کاهش پیدا کنه، افراد زیادی هن که به احتمال زیاد علاقمند به خرید لونا کلاسیک باشن. در این صورت، دوباره تقاضا افزایش و عرضه کاهش پیدا میکنه. در این جهش زمانی قیمت لونا کلاسیک میتونه تا 1 سنت افزایش پیدا کنه. افزایش توکن سوزی لونا کلاسیک. هیچ کس نمیتونه سرعت توکن سوزی ترالونا توسط تقریبا 80% از تاجران، سرمایه گذاران و حتی ساده لوها رو انکار کنه. روندها، توییت‌های پشتیبانی و هزاران نظر همگی باعث کاهش قیمت توکن لونا کلاسیک میشن. نکته ای که باید به اون توجه داشت اینه که در 31 می 2022 بایننس دوباره ترالونا رو در پلتفرم مبادلاتش فهرست کرد. قیمت لونا کلاسیک تا 30 می 2022 $0.0088 بود، در حالی که قیمت این رمزارز قبلاً نزدیک به $90 بوده و در مدت کمی چنین کاهشی در ارزشش داشته. اگر توکن سوزی ها همچنان افزایش پیدا کنه، قیمت لونا کلاسیک ممکنه به $1 برسه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و یادتون باشه که حتما ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت ها برامون بنویسید نظر شما در مورد شبکه ترا و پیشبینی قیمت اون در آینده چیه؟ در آخر فراموش نکنید به چنلمون سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم روشن کنید. تا یه ویدیوی جذاب دیگه، خدا نگهدار.